سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تصور کنید قرار اولتونه، اون هم با کسی که خیلی خوشتون میاد. همه چیز رو با دقت برنامه‌ریزی کردین، به ظاهرتون به بهترین نحو رسیدین، وارد کافه میشین و هر موضوعی که برای حرف زدن آماده کرده بودین کاملا از حافظتون پاک میشه. بعد از سلام و احوالپرسی گیر میکنید از چی باید حرف بزنید و چطوری باید طرف مقابل رو بشناسید. میخواید تا آخر در مورد آب و هوا حرف بزنید یا بالا پایین شدن قیمت دلار؟ نگران نباشید، ما تعدادی سوال جالب برای شناختن طرف مقابلتون آماده کردیم. فقط حواستون باشه طوری سوال نپرسید که طرف مقابل حس کنه دارید ازش امتحان میگیری. 1. آرزوی انجام چه کاریو داری؟ برای خیلی از ماها آرزوها و اهدافمون بخش مهمی از زندگیمون هستن. موقع حرف زدن در مورد رویاها از چیزهایی بپرسین که هنوز موفق به انجامش نشدن. نه تنها این سوال باعث میشه بفهمین که دوست داره در آینده چه مدل آدمی باشه، بلکه دلیل این علاقه هم سرنخی برای شما میشه تا بفهمین در حال حاضر اون آدم چه حالی داره. 2. اگه هیچ وقت نمیمردی، بقیه عمرتو چطوری زندگی میکردی؟ این سوال باعث میشه تا طرف مقابل به فکر بیفته که واقعا چه کاری دوست داره انجام بده و اگر هیچ وقت نمیره تفریحات و سرگرمیش چه خواهد بود و چطوری خودش رو خوشحال میکنه. 3. اون چیزی که معمولا بقیه در موردت اشتباه میفهمن چیه؟ معمولا مردم در مورد بعضی چیزها ما رو اشتباه قضاوت میکنن و باید به بقیه این فرصت رو بدیم تا خود واقعیمون رو بشناسن و نظرات اشتباهشون رو در مورد ما تصحیح کنن. این سوال هم یه شانس به طرف مقابلتون میده تا خودش رو توصیف کنه و واقعا نشون بده چطور آدمیه. 4. دوست داری بقیه تو رو چطوری به یاد بیارن؟ جواب به این سوال باعث میشه شما بفهمین اون شخص برای چه چیزهای ارزش قائله. آیا دوست داره به خاطر موفقیت‌هاش به یاد بیاد یا به خاطر مهربونیش یا به خاطر روابطش با آدمای دیگه؟ 5. لیست آرزوهایی که امسال میخوای بهشون برسی چیه؟ اکثر آدم‌ها یه لیست آرزوها و هدف‌ها دارن که در پس زمینه ذهنشون بهش فکر می‌کنن. تو قرار اول به جای حرف زدن راجع به لیست آرزوهای خودتون از طرف مقابلتون بپرسید امسال چه هدف‌هایی دارن و چه کارهایی می‌خوان انجام بدن. شاید جواب‌های جالبی از این سوال گرفتین. البته یادتون نره که شما هم لیست آرزوهاتون رو به طرف مقابل بگید. 6. ارزشمندترین خاطرت چیه؟ این سوال میتونه به شما شناخت و دید خوبی از طرف مقابل بده. به این توجه کنید که خاطرهشون به دوران بچگی مربوط میشه یا نوجوانی و چه کسایی توی اون خاطره هستن. 7. فلسفه یا دیدگاهت که بر اساس اون زندگی میکنی چیه؟ این سوال شما رو در مورد دو موضوع آگاه میکنه. یک این که الان چطوری زندگی میکنه و دو این که دوست داره در آینده چطوری زندگی کنه و باید ببینید جوابهاش با جوابهای شما سازگاره یا نه. 8. 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ این سوال رو خیلی ها تو مصاحبه کاری جواب میدن و شاید سوال رسمی و حوصله سربری به نظر بیاد، اما نشون میده طرف مقابل برای زندگیش برنامه‌ای داره یا نه، هدفمند زندگی میکنه یا باورش اینه که هرچه پیش آید خوش آید. 9. کتاب یا سریال مورد علاقت چیه؟ به هم اعتماد کنی، شما به جواب این سوال نیاز داری، چون هر دوست یا پارتنر خوبی این چیزا رو میدونه و جواب به این سوال هم میتونه بهتون بفهمونه که طرف مقابل کتاب خوندن و مطالعه رو دوست داره یا بیشتر اهل فیلم یا سریاله و همچنین علت علاقش به اون سریال یا کتاب هم میتونه جالب باشه و اینکه چه تأثیری روی اون شخص گذاشته. 10. چی واقعا خوشحالت میکنه؟ ما وقتی خوشحالیم میتونیم بهترین ورژن خودمون باشیم. پس به نظرتون واجب نیست که بدونیم چی پارتنرمون رو خوشحال میکنه؟ در ضمن حرف زدن راجع به اینکه چی ما رو خوشحال میکنه همون لحظه هم باعث خوشحالیمون میشه. پس این خیلی سوال خوبیه. کدوم یکی از این سوالا بیشتر شما رو کنجکاو میکنه و دوست دارید از کدومش استفاده کنید؟ توی قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. اگر به نظرتون این ویدیو مفید بود لایک کنید و برای دوستتون هم بفرستید. همچنین یادتون نره که سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. ممنون از نگاهتون.